آیا ابتدا ما باید بچه ها رو وادار کنیم؟ آیا باید تشویق کنیم؟ آیا باید بترسونیم؟ یا از اول رها بکنیم خودشون هر موقع رسیدن به این معنا نماز رو اجرا کنن؟ ما اگر کودک خودمون رو از 7 سالگی در همه ابعاد زندگی وادار به ادب بکنیم و ادب رو محور خانواده قرار بدیم، این کار رو نکنیم چون مؤدبانه نیست، این کار رو انجام بدیم چون ادب لازم به ما میگه این کار رو بکنیم. مثلا بسیاری از سلام علیک ها و گفتگوها رو با آداب مخصوصش انجام بدیم. خستن، حوصله کسی رو ندارن، همسایه اومده با لبخند مؤدبانه بله بفرمایید، خوشحال شدیم شما رو زیارت کردیم، خیلی ممنون، تشکر، سلامت باشید، انشالله خانواده محترم خوبن، بله خواهش میکنم، خداحافظ شما، انشالله الان اون کارشون هم با هم صحبت کنن. بچه نگاه میکنه میگه الان بابام خسته بود اصلا حال نداشت بلند شه، مامان من الان خسته و کلافه بودا، یه مشکلی هم داشتیم تو خونه، ولی جلوی همسایه چه ادب رو رعایت کرد. ادب میگه ببین این چند تا کلمه رو باید بگی، چه حال داری چه حال نداری، به محبت و علاقت من کاری ندارم. خب وقتی که ادب داشته باشه، یه روزی بچه‌تون خسته است، یه روزی بچه خسته نیست، یه روز حال همسایه رو داره که باشه حرف بزنه، یه روز حال همسایه رو نداره میخواد سر به تنش نباشه مثلا کلافه است، ادب میگه ببین وقتی که دیدی سلام علیکم، حال شما خوبه، صبح شما بخیر، خداحافظ شما. وقت بچه ای که ادب ورزیدن رو یاد بگیره براش سهل بشه، نمازم یه ادبه، ادب نسبت به پروردگار. کلن زندگی رو مؤدبانه قرار بدیم، سفره مؤدبانه، سفر مؤدبانه، گفتگو مؤدبانه، رفت و آمد مؤدبانه. وقتی همه رو مؤدبانه قرار دادیم، بعد یه دونه نماز مؤدبانه براش سخت نیست. این راه آسون کردن نمازه. هیچ وقت نماز رو زیادی معنوی نکنی. من حس میکنم الان خدا داره منو صدا میزنه، میخوام برم نماز بخونم، اونم میگه من حس نمیکنم الان خدا داره منو صدا میزنه، ولم کن داره خدا. هیچ وقت به بچهاتون نگید من عاشق نمازم. میدونید دیگه بچهات نماز ممکنه نخونه. چرا؟ میگه چون من عاشق نماز نیستم دیگه، مامانم عاشق نماز میخونه، من عاشق بازی هم میرم بازی، چون مامانم به من یاد داده هر کی به دنبال عشقش. مامانش میگه بابا من گفتم نماز، نه تو گفتی من عاشق نمازم دارم میرم دنبال عشقم، منم عاشق بازیم میرم دنبال عشقم. کلن زندگی رو مؤدبانه قرار بدیم، وقت بچه ای که ادب ورزیدن رو یاد بگیره براش سهل بشه، نمازم یه ادبه، ادب نسبت به پروردگار. این راه آسون کردن نمازه. اینجا مرکز مقاومت هست.